گذرگاه ترخم پیش از چاشت دیروز گواه درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی بود. بر بنیاد گفته های مقام های محلی ننگرهار، این درگیری هنگامی از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد که نیروهای امارت اسلامی سرگرم بازسازی یک بازگاه نظامی در 400 متری خط فرضی بودند. اکنون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در این درگیری یک تن از نیروهای امارت اسلامی کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. ما خواهان ازی هستیم که جهت پاکستانی باید در همچه موارد محتاط باشند. شلیک کردن به یک طرف طبیعی است که مشکلات را بار می رود، جان مردم را می گیره و در اینجا با مشکلات مواجه می شیم. ما و آنها دو طبیعی است که باید مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم، چون کمیته های مشترک هم داریم. گذرگاه ترخم برای دومین روز پس از درگیری مسدود است. شمار از مسافران، رانندگان و بیمارداران با نگرانی از مسدود بودن این گذرگاه از دو طرف خواهان حل مسالمت آمیز این تنش هستند. دیدی که ماشومان او زنانه او عوام تا تکلیف رسیده دلته لاری دی د ترانزیتی لاری دی چې د جنگ له امله ولیاړې دي او خلک سخت مشکلات سره اوښتې دي. فهم د لارې نه دا موضوع حل کی چې هره خبره او جنگ چې کوم دی دا نقصان دی. ګوره لارې ولاړې دي، د فروټو لارې، د سبزۍ لارې، په لکونو روپو زیان او تاوان چې کوم دی خلکو له واوښتو. از سوی هم آگاهان مسائل نظامی درباره درگیری های مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی چنین دیدگاهی دارند. تکرار و ادامه چنین برخوردهای مسلحانه میتواند بالای روابط دیپلماتیک کشورها اثرات منفی بگذارد. به هیچ وجه به نفع افغانستان و به نفع پاکستان هم نیست. بهترین راه حل ایش که همه سوی تفاهمات که وجود داره بین دو طرف از دای مفاهمه، مذاکره و تعامل بر اساس تامین منافع دو جانبه حل باید شود. در دو سال پسین گذرگاه ترخم هر از گاه گواه درگیری میان مرزبانان پاکستانی و نیروهای امارات اسلامی بوده است. پیش از این وزارت داخله نیز آمار داده بود که در دو سال پسین نزدیک به 50 درگیری مرزی با پاکستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان رخ داده است.